عشق زن یه جوریه که پیازاقش رو زیاد میکنه، مرد رو آزار میده. ظرفیت میگن ندارن آقایون، راست میگن آقا، قشنگ اعتراف. سلام، به دومین برنامه بلایندیت یا قرارناشناس چنل من خیلی خوش اومدید. قراره برنامه جذاب با هم ببینیم. خب بچه خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی کنین، شغل و تحصیلاتتون هم بگین. سلام، ممنون از شما. من پگاه هستم، شغلم سوپروایزر فروش لاین محصولات تخصصی پوست و مو و رشته تحصیلیم هم کارشناسی بهداشت نوعی. شما چی؟ من رومی هستم، تو کار پوشاک هستم و مربی بدنسازی هم هستم به صورت تفریحی. تحصیلاتتون؟ تو زمینه خودشناسی دانشجو هستم. دانشجو خودشناسی؟ چیه خودشناسی؟ من خیلی اطلاعات ندارم. منم نمیدونم. خودشناسی یه چیز درونیه، مثلا همین آموزش دیدن، دانش آموز بودن. آها. چاکراه و کائنات و اینا فهم کنم. هم میتونه اون باشه، یه بخشش هم. یه بخشش میتونه باشه. بچه ها ازتون نخواستم که سنتون رو بگین، چون اصلا سوال اصلی اینه که اختلاف سنی پگاه برات مهمه یا نه. بله مهمه. مهمه. چقدر باید باشه اختلاف سنی؟ تقریبا از 2-3 سال بزرگتر از خودم تا 7-8 سال بزرگتر. بزرگتر. کوچیکتر چی؟ اصلا. تحت هیچ شرایطی؟ اصلا. حتی یه سال؟ یه سال حالا مگر تبصره‌ای بهش بخوره دیگه. آه. خیلی به نظر ظاهری و باطنی بزرگتر به نظر برسه شاید، ولی باز دلچرکی میده. رومی تو چی اختلاف سنی برات مهمه؟ به اون طرف مقابلم خب خیلی مثلا بستگی داره، مثلا یکی خوشم بیاد. آه. ولی خب تای حدی اونم اختلاف سنی 15 سال بزرگتر خب کوچیکتر باشه بهتره دیگه. رومی متولد چه ماهی؟ خرداد. خرداد؟ بله. اعتقاد داری به ماه تولد؟ به اون صورتی که الان باب شده اعتقاد ندارم. به نظرت ویژگی خاصی دارن خرداد ماهی ها؟ ویژگی خاص که بله میتونن داشته باشن. چیه مثلا؟ مودی بودنشون یه دونه میکنم از اون ویژگی ها میتونه باشه. مودی بودن؟ اونم تا یه حدی البته قابل کنترل. آها. بنظرم اصلا قابل کنترل نیست. قابل کنترل نیست؟ نه. چرا؟ خیلی مودی هم خرداد ماهی هم. خیلی، یعنی اصلا به من خیلی اعتقاد ندارم به این قضیه در یه حدودی، ولی خردادی ها واقعا ثابت کردن که 100% این موارد رو دارن همشون. آره رومی؟ اینجوریه؟ نمیدونم اینجوریشو نمیدونم. پگاه خودت چه ماهی؟ من آذر. آذری؟ بله. مسلماً اعتقاد داری دیگه به ماه تولد؟ تا حدودی دارم. ویژگی ماه تو بگو ببینم. ویژگی حالا خانمای آذرمایی معمولاً سر لجباز و یه دندن، مغرورن، خودرأین، خیلی از اون طرف مهربونن، خیلی حامین و ویژگی بعدشون بگو حالا. بعدشون بعد ندارن. ندارن ها ویژگی. بعدشون هم همین خودرأی بودنشون، یعنی خیلی جاها به ضررشون تموم میشه و یه مقدار زیاد کم نمیدونم کینه‌ای هستی. بعد اینجوری هستی که مثلا بگی با یه سری ماها اصلا دوست ندارم ارتباط بگیرم؟ بله. آبان خوردت. آبان خورده. بله. رومی الان دیگه چیکار کنه بر رومی؟ نه داشت خود این خوردادی و آبانی خوب هم دیدیم. حالا اینه یه چیزی بیشتر انقدر گفته شده توی ناخودآگاهمون تاثیر گذاشته. یه استثناءاتی حالا داره. حالا امیدوارم رومی اون استثنائه باشه. نه خوردادی ها که کلن انسان های خوبی هم. 100%. و جذاب هم هستن. جذاب. خودشیفته هم هستن. من هرچی از آدم خودشیفته فرامیم. میان سمت. نه جذابی هم نظر اینی که یعنی خوب بودنشون. فکری. مثلا ارتباط برقرار کردن با دوست. مثلا با هر کس راحت میتونن ارتباط. و خیلی باهوش هم. مثلا با هر نوع تیپ شخصیتی میتونن صمیمی بشن و مثلا دوستی خوبی برقرار کنن. نه درست. پگاه ظاهر برات چقدر مهمه؟ تا حدودی که جذب اون آدم بشن برام. ویژگی خاصی از لحاظ ظاهری دوست داری طرف داشته باشه؟ ویژگی خاصی از نظر ظاهری نمیتونم بگم ویژگی خیلی خاص که حالا مثلا چه شب رو مشکی باشه یا بلون باشه، نه. در حد این که فیت باشه، هیکلش خوب باشه. آه هیکل برات مهم؟ برام. قد چی؟ قد اونقدر برام مهم نیست، از 180 اوکی هم تا
الا ماشاءالله. قدتو نگو، شما هم قدتو نگو. پگا مثلا از هم قدت باشه یا ازت کوتاه‌تر باشه اما هیکل خیلی خوبی داشته باشه چی؟ نه. نمیتونه. نه. چرا؟ چون که من خانومم، بعضی وقتا دوست دارم پاشنه بپوشم. آ پاشنه بودم. غالبا دلم میخواد که حالا پاشنه بپوشم، حالا دیگه کوتاه‌تر نه ولی هم قد بشم. هم قد بشم. من برم بالاتر. رومی تو چی، ظاهر برات مهمه یا نه؟ خب 100% واسه یه مرد مهمه ظاهر، ولی خب در کل یه ظاهری باشه که حالا مثلا چیز اعتقاد خاصی ندارم که حتما باید قد بلندی داشته باشه یا حتما باید یه چیز کلی اوکی باشه دیگه. پس این ویژگی خاصی از ظاهری تو ذهنت نیست که بگی حتما خاص. اون مرتب بودن خیلی مهمه، اون تمیز بودن خیلی مهمه، اون آراسته بودن خیلی مهمه. رومی قرار اول چی ببینی خیلی خوشت میاد و چی ببینی برات کنسل میشه، دوست داری فقط سریعتر بری از اونجا؟ قرار اول اون جذاب بودن و پر انرژی بودن و اون ادب بود، با ادب بودن و ادب. بله. بعدش حالا از نظر ظاهری مثلا خوشبو بودن و خوشبو. بله. آراسته بودن و همین. پگاه تو چی قرار اول چی ببینی خیلی خوشت میاد؟ من ادب ببینم خیلی خوشم. ادب. آرامش رفتاری از طرف ببینم خیلی خوشم. شنوندگی ببینم خوشم میاد، چون صفاتیه که فکر میکنم امروز آدم ها کمتر دارن اینا رو. و مورد دیگه که شنونده خوبی باشه، به جزئیات دقت کنه. من خیلی پر حرف نیستم ولی خب برای مهمه که طرف مقابل فقط نخواد از خودش رو دستا برداشت، اصولی که خودشیفت دادن صحبت بکنه که آی اینجوری اصلا مهلت صحبت کردن به طرف مقابل نمیدن. و اینا رو ببینم واقعا دلم خواهد بلند شم سری برم. بی ادبی و عفت کلام نداشتم ببینم دلم نمیخواد واقعا با اون طرف ادامه بدم صحبتم. و سه بولدش هم این است. رامی تو خودشیفته که نیستی؟ خودشیفته باید دیگران نظر بدن، خودم که اونجور که فکر کرد که ببینه هست یا نیست. نه میخواستم ببینم چه جواب درستی میتونم بدم بهتر باشه. دیگران نظر بدن خب قاعدتا درست‌تره. من آخرش میگم هستی. البته همین که این جمله رو گفت نشون میده خودشیفته نیست. چرا؟ چون داره میگه بقیه نظر بدن، خودشیفته میگه نه من خوبم دیگه. من آخرش نظر. شما آخرش نظر بده، پگاه نظر بده آخرش. پگاه بگو ببینم قرار اول کجا باید باشه؟ کافه. کافه. رستوران چی؟ نه به نظرم بر قرار اول رستوران زیاد. آها. از نظر تایم منظورته طولانی میشه؟ نه از نظر لزومی نداره دیت اولی که شما میخواید تازه با یه نفر آشنا بشین. نظر شخصی منه بخوایم بریم رستوران استفاده میکنم برای قرارهای چندم به بعد، ولی در حد یه آشنایی و صحبت میکنم کافه خیلی مناسب باشه. کی باید حساب کنه اون وقت؟ قرار اول قطعا آقا. قطعا آقا. به چه دلیل؟ این چی میگن؟ شخصیتی که توی ذهن من از اون شخص ساخته بشه. فقط هم مختص ایران است، همه جا هم. همه جا. رومی تو چی قرار اول کجا باید باشه؟ قرار اول فرقی نداره، هر چیزی که مثلا طرف مقابلم دوست داشته باشه اوکیه. برای من زیاد فرقی نمی کنه. هر چی خانم بگه. اصلا برای من فرقی نمی کنه. بعد کی باید حساب کنه؟ فرقی نمی کنه اونا. فرقی نمی دوست داشته باشه حساب کنه، ایراد نره. چه ایرادی داره؟ میذاری دست جوش. ولی خب قاعدتا من خودم حساب میکنم. ولی اگه اصرار بر حساب داره ایراد نره. نه اصرار نیست. اصرار. قرار دوم سوم به بعد چی؟ اونو کی باید حساب کنه رومی؟ اونم هر چی خدا بخواد. خب بچه ها برای این بخش دیگه سفارش غذا رو داریم و چشماتون رو میبندیم، غذاهایی که برای همدیگه سفارش دادید و میاریم و نظراتون رو میپرسیم. باشه؟ خب رامی جان سفارش شما برای خانم چی هست؟ سفارش که یه ذره سخت میشه با بگیرد، چون ایشون رو ندیدم و نمیشناسنشون و اینکه شاید هم گیاهخوار باشن، ولی این چیزی که من نگاه میکنم چلو کباب سلطانی رو سفارش. خیلی هم عالی. نوشیدنی چی؟ نوشیدنی هم میتونه دوغ باشه، هم میتونه آب باشه، هم میتونه نوشابه باشه. این سه تا باشه، حالا هر کدوم دوست داشته. هر سه تا با هم. به به، مرسی. باشه. برای سفارش من قیمه لاپولو رو انتخاب میکنم که یه غذای تو مایه های هم خورش قیمه است، با این تفاوت که
مواد در واقع لابلای برنج ریخته میشه. دلیلش هم این که قضیه مورد علاقه خودمه، چون من ایشونو که نمیشناسم، ولی خب کمتر کسی پیش میاد که اون غذا دوست نداشته باشه. نوشیدنی، من فکر میکنم برای این سبک غذاها نوشابه انتخاب مناسب تری باشه، نوشابه مشکی، کوکاکولا. خب بچه، قبل از اینکه چشماتون رو باز کنین، پگاه حدس میزنی چی برات سفارش داده باشه رومی؟ من از گوشت پیاز رو دارم میفهمم. خب فکر میکنم قرمه سبزی باید باشه، پیاز رو قطعا کنارش کنجم. رومی تو چی حدس میزنی خانم برای چی سفارش داده پگاه؟ بویی که احساس میکنم بوی تحچینه. تحچین؟ تحچین مرغ. تحچین مرغ؟ این چیزی که احساس میکنم. آها، حالا یک دو سه گفتم، چشماتون رو باز کنید. باشه؟ یک دو سه. چه ربطی داشت به خورمه سبزی؟ نه، تحچین نبود. رومی چی سفارش دادی برای پگاه؟ سلطانی بود بکنم. نوشیدنی چی سفارش دادی؟ سه تا گزینه بود. چیا بود؟ دوغ بود و آب بود و نوشابه. منو بازم. منو باز. چرا حالا سه تا؟ دیگه گفتم شاید یک کدومش رو انتخاب کنه دیگه. یک کدومش رو انتخاب کنه. پگاه تو چی سفارش دادی برای رومی؟ قیمه لاپولو اون. قیمه لاپولو. چی شد اینو سفارش دادی؟ چون قضیه مورد علاقه خودم. من قیمه و قیمه لاپولو قضیه مورد علاقه خودم. میخوای بیاری میبر خودتون رو بخوری؟ ممنون میشم، من تمیزش کنی. حالا از قضیه که برات انتخاب کرد رومی راضی؟ بله دوست دارم. آه دوست داری. رومی تو چی از قضیه که برات انتخاب شده راضی؟ چی بود اسمش؟ قیمه لاپولو. تا حالا نخورد. اسمش هم چجوری راضی بود؟ خوردم شاید. فکر کنم همون خورش قیمه است که حالت تحچین شده. لای برنج. آره به شکل تحچین. آره. این مدلیشو نخورده بودم و احتمالا خوشمزه است. خوشمزه باشه. چجوری پگو؟ خوبه؟ خب خدا باشه. رومی تو چی؟ خوشت تو من؟ دوست داشتی؟ اوکی. پگو آشپزی خودت چطوره؟ آشپزی خودم خوبه، ولی خب کم پیش میاد که بخوام درست کنم. آه. این تایمای محدودی که حالا درست میکنم خوب میشه. رومی تو چی؟ تو آشپزیت خوبه؟ من آشپزیم تا حدی که شکم خودم رو سیر کنم. نیمرو مثلا؟ نه نیمرو نه، فراتر. چی مثلا؟ همه چی میتونم درست کنم. آش، حلیم. آه باریکلا. بعد ماکارونی، پاستا. بعد مرغ. ولی خب حرفه‌ای نیستم که مثلا تعریف کنم، ولی میتونم مثلا اگه ابزار باشه، اساسش باشه، هر چی باشه درست بکنم. دوست داری طرف مقابلت آشپزیش خوب باشه یا نه؟ 100%. چون آشپزی خودم رو زیاد تایید نمی‌کنم. آها. در حد شکم سیری دیگه. با چیزای سنگینی هم سیر میشم. در حد شکم سیری، آش و حلیم. آش و حلیم. از یه شب تا صبح باید حلیمو بذاری که قشنگ جا بیفته. خب بچه ها، توی این بخش یه سری سوال ها رو میخوام ازتون بپرسم که میخوام دیدگاهتون رو به نسبت به جنس مخالف ببینم چیه. اوکی؟ پگاه، به نظرت خانوما به مردا نیاز دارن؟ چه سوال جالبی. من فکر میکنم هر دو جنس به هم نیاز دارن. دنیای بدون مردا به نظر چه جور جاییه؟ قشنگ. نه خب واقعیت اینه که توی جهان امروزی نیاز به نظرم کمتر شده، ولی خب نمیتونیم بگیم که اصلا وجود نداره، هستش. دنیایی بدون مردان فکر میکنم جای قابل زندگی نباشه، همونجور که فکر میکنم دنیا بدون خانوم هم قابل سکونت نیست. به هر دو انرژی زنانه و مردانه این زمین نیاز داره، نمیشه یکیشو حذف کرد. رومی تو چی؟ منم موافقم. خانوما، آقایون به خانوما نیاز دارن؟ 100%. چه نیازی؟ اگه نیاز نمیشه گفت، یه نوع کامل شدن انرژیه. نیاز مثلا یه چیزایی مثل غذا و ایناست آدم نیاز داره، ولی اون تکمیل شدن انرژی زن یا مرد، اینا با هم دیگه تکمیل تر میشن. درست. دنیای بدون خانوما چطور جاییه؟ خیلی زشته به نظر من. زشته. دوست نداری اون دنیا رو؟ خب خیلی چیزا بمیره. چیا مثلا؟ چون مرد هیچ وقت نمیتونه جایگزین مادر بشه. دنیایی که توش مادر نباشه، مثلا عشق نباشه، یا مثلا خب زن زیبایی تره تا مرد، مثلا
مرد یه حالت خشن‌طورتر، زن مثلا لطافتی. خب اینا با هم دیگه کامل‌تر میشن، زیباتر میشن. نمیشه، هیچ کدوم نمیشه. خلق از بین میره چون زن خالق. درست. پگاه سه تا چیز بگو که تو اونا خانوما بهتر از آقایونن. سه تا چیز؟ میتونه ویژگی اخلاقی باشه. هر چیزی که فکر می‌کنی توش خانوما بهتر از آقایونن، سه تاشو نام ببر. مدیریت. مدیریت و کلن برنامه ریزی کردن برای هر چیزی فهم کنم خانما استعداد بیشتری توش دارن. هنر میتونه باشن و دستیسه. دستیسه؟ دستیسه چیه؟ دستیسه چینی برای خانما. آقایون خیلی زیاد نمیتونن معمولا نقشه بچینن کاری. دستیسه منظور مادر شوهر و این چیزا؟ نه کلن حالا هر نقشه ای تو طول تاریخ داشتیم دیگه، همیشه خانما دستیسه هایی که میچینن و یه حکومت ها خراب میکنن. این بعضا فهم کنم یه ویژگیه که فقط خانما میتونن داشته باشن. حالا برعکسشو بگو، سه تا چیز بگو که آقایون بهتر از خانما هن. اونا چیه؟ الان میگه هیچی نداریم. نداریم. سه تا چیزی که آقایون توش خیلی بهترن، من فکر میکنم کارهای سنگین، کارهای بدنی که خب مثل جوشکاری و کار معدن و اینا خب غالبا یه خانم نمیتونه انجام بده. توی فکر میکنم بیزینس، کسب و کار. کسب و کار و دندون پزشکی. دندون پزشک خانوم من خیلی خاطره خوش ندارم. خاطره بدی داری. رومی تو چی؟ سه تا چیز بگو که خانوما توش بهتر از آقایونن به نظر خودت. یکیش آشپزی کردنه. آشپزی کلیش نه، تو خونه. خب کلی هم میتونی بگی هرچی دوست داشتی. کلی خب بهترین آشپزا اکثرا مردها. درست. خب تو خونه و این چیز بچه دار، یعنی بچه رو بتونن هندل کردن و خونه رو هندل کردن، حالا مثلا واسه کارهای یه محیط رو بتونن هندل کنن و اینا خیلی همون مدیریت منظور. آره مدیریتشون خوبه. و اون یکی دیگه هیچی بزن هستش ولی نه هم به هیچی الان یادم نمیاد. حالا برعکسش رو بگو منم، سه تا چیز بگو. رانندگی کردن مردها قاعدتا از خانم‌ها بهتره. کی گفته اینو؟ رانندگیشون مثلا جا پارک میخوام تو جا پارک پارک دور. بعد تو کارهای مثلا مثل فیزیکی خب قوی ترن آقایون، خب به خاطر ژنشون. حالا رومی یه ویژگی اخلاقی یا رفتاری که به نظر تو اکثر خانم‌ها هست و تو دوست نداری چیه؟ اکثر خانم‌ها، نمیگم همشون، 80% اون ویژگی اخلاقی رو دارن، تو خیلی دوست نداری. من جسارت نمی‌کنم به هیچ خانومی، ولی حسود بودن فکر کنم یه گزینه باشه. حسود بودن، حسادت. پگا موافق بودی با حرف من؟ حالا یه ویژگی تو آقایون بگو که اکثرا دارن. مسئولیت پذیر نبودن. مسئولیت پذیر نیستن. بیشتر از 80% میتونم بگم. کلا. چطور تجربه ای داشتی که تجربه هم داشتم هم دارم میبینم و کلن مقایسه که میکنم میبینم که الان دوره‌ای که داریم زندگی میکنیم آقایون خیلی نقش مردونه تو زندگی ایفا نمیکنه، در صورتی که خانم‌ها دارن نقش مرد رو هم بازی میکنن توی جامعه. خب ولی آقایون اون نقش مردونه کاملشون رو خیلی هاشون حالا بلا نسبت ولی اونجور که باید ایفا نمیکنن. تفاوت پیدا کرده با گذشته. بچه تو این قسمت چند تا جمله میخونم، یه کدوم رو ترجیح باید بدید. دو تا عبارته، یعنی یه کدوم رو ترجیح میدین. اوکی. ترجیح میدی پارتنر تو هفته یک بار ببینی یا اینکه هر روز ببینی ولی فقط یک ساعت؟ چرا آخه؟ دقیقا هیچ کدوم جوابمه. یه کدوم باید ترجیح بدی؟ هر روز یک ساعت. هر روز یک ساعت. تو چی رومی؟ هفتگی بهتره. ترجیح میدی نه تایم داشته باشه نه. خب هر چی طرف رو کمتر ببینی بهتره. آها کیفیت برات مهمتره. مخالفم. بله. مخالفی؟ بله. آخه چرا؟ دیدن زیاد هم 6 روز تایم داشته باشید که هفته استغفار بذارید نه هیچی نگم ادامه چیم. ترجیح میدی عاشق باشی یا عاشقت باشن؟
من عاشق، چون از اون بر عاشق خدا هم کلن عاشقی رو دوست دارم. عاشقی رو دوست داری. تو چی پگاه؟ من ترجیح میدم عاشقم باشم. عاشقت باشم. ترجیح میدی سینگل باشی و همیشه آخر هفته ها بری بیرون، یا اینکه تو رابطه باشی و همیشه آخر هفته ها خونه باشی؟ ترجیح میدم سینگل باشم آخر هفته ها برم بیرون. منم هم. شاید شما بعد از اینکه ازدواج کنی یا تو رابطه بری نتونی خیلی وقت آخر هفته بری بیرون. جوری باشه که آخر هفته نه بری. آخر هفته نه، وسط هفته هم برم. وسط هفته هم. تو چی پگاه؟ من آخر هفته هم همین الانش هم آخر هفته ها تقریبا خونم، فرقی نداره خیلی. پس انتخابت هم ولی اینکه قدرت انتخاب رو داشته باشم برام مهمه. ترجیح میدی عشق اول یکی باشی یا عشق آخر و همیشگی یه نفر؟ آخر و همیشگی؟ آخر. ترجیح میدم جفتش نباشم. ترجیح میدی جفتش نباشی؟ جفت. نمیخوای اصلا عشق کسی باشی؟ نه مهم نیست. وسطیه میخوای باشی؟ چی؟ یعنی چی؟ چرا؟ خب مهم نیست. مهم نیست. دوست داری همیشه عاشق تو باشی؟ چون عشق طرف باعث عشق زن یه جوریه که پیازاقش رو زیاد میکنه، مرد رو آزار میده. ظرفیت میگن ندارن آقایون، راست میگن آقا، قشنگ اعتراف. کلن توجه بیش از حد آقایون رو اذیت میکنه، حتی مادر شخص اگه باشه. این ژن آقایونه به نظر من. توجه خوبه ولی بیش از حد. بعد زن که عاشق میشه دیوونه میشه یه جورایی. نه دیوونه یعنی اینکه عشق، عشق اصلی ها، عشق البته نمیدونم، و اینکه توجه بیش از حد میکنه، شاید طرف رابطه رو اصلا خراب کنه. دوست داشتن به نظر من عاقلانه تره تا عشق. درسته. عشق فقط باید آدم فقط به یکی داشته باشه، اونم فقط به خالقشه. ولی دوست داشتن به نظر من عاقلانه تره. خیلی قشنگ. خیلی عشق. ترجیح میدی با کسی باشی که خودت انتخاب کردی ولی خانوادت مخالفه، یا با کسی باشی که خانوادت انتخاب کرده ولی مورد پسند تو نیست؟ خب خانواده انتخاب دلیل نمیشه اصلا خانواده چیزی رو انتخاب کنه. تا موقعی که طرف عاقله، طرف مثلا یه خانواده ای هستن داره خرجی پسرشو میده، ایشون میتونن نظری بدن، ولی یکی دستش تو جیب خودشه، صفر تا صد رو شروع کرده، بعد رنجا رو کشیده. خب خانواده میتونن نظر، خب خانواده عاقل به نظر من اینه که میسپارن به دست بچه‌شون، ولی بچه‌شون هم باید عاقل باشه به نظر من. تو چی پگاه؟ درست گفت کاملا. وقتی که زیر یوغ خانواده هستی و وابستگی داری، قاعدتا افسار زندگیت هم دست خانوادت هست و نمیتونی نبگی. من خودم انتخاب کنم حتی اگه خانوادم مخالف باشه. آه خود انتخاب. ترجیح میدی جون کسی که دوستش داری رو نجات بدی یا جون 100 تا آدم که نمیشناسی؟ اوه تو اون شرایط خب خیلی فرق داره. میخوام اینم اولویتت اون عشق برات خیلی تو اون لحظه که انسان قرار میگیره اینا فرضیه، هیچ وقت اتفاق نمیافته که. خب نه میدونم، خب شرایط بتمن اینکه صده عقل انسان میگه که اگه بخوایم مثلا عاقلانه صحبت کنیم، 100 نفر در مقابل یه نفر قرار میگیره، اون 100 نفر 100 نفر دیگه کسای دیگه هستن که اینا رو دوست دارن یا دوست دارن مثلا هم دیگه رو دوست داشته باشن. عقل انسان مثلا اگه بخوای بدون احساس تصمیم بگیری، عقل انسان میگه اون 100 نفر رو مثلا نجات بده. حالا ایشاله که واسه کسی نیست. تا چی پگاه؟ من خیلی دوست داشتم اون 100 نفر رو نجات بدم ولی متاسفانه اون یه نفری که دوستش داری برات اولویت پس. سوال آخرم اینه که ترجیح میدی با کسی باشی که دوستش داری ولی گهگاهی بهت خیانت میکنه، یا با کسی باشی که خیلی دوستش نداری اما همیشه بهت وفاداره؟ خیلی دوستش ندارم ولی بهم وفادار. من حاضرم با دو طرفشون نباشم. رومی نظرت در مورد دوست معمولی با جنس مخالف چیه؟ زمانی که تو رابطه هستی اوکی هستی که پارتنرت دوست معمولی پسر داشته باشه؟ به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. دستگالت. چرا؟ اصلا اشتباه است. اصلا این سیستما چیه در اومده دوست معمولی؟ اصلا دوست معمولی وجود نداره. سیستما چی؟ شاکی بود؟ یعنی از خب من خودم پسرم، تو جامعه بزرگ شدم، همه جور آدمی هم دیدم. یا ما دوستای معمولی یا دوستای معمولی نه فرق داره. ولی خب من موافق نیستم.
تجربه بدی هم راجع به این قضیه داشتی؟ تجربه بدی نمیذارم به اونجا برسه که تجربه بدی استفاده، ولی خب قاعدتا خوشم نمیاد. نظر منه، البته جسارت نمی کنم و قضاوت نمی کنم کسی رو. گفتی نمیذارم به اونجا بکشه، یعنی چی کار میکنی؟ خب متوجه میشم سریع. یعنی منعش میکنی، میگی نکن این کارو، شرطیش میکنی که یا من خب از اول که میخوام برم تو رابطه متوجه میشم چه جوریه طرفم. مثلا بگو تو چی، دوست معمولی؟ منم به هیچ وجه قبول نمیکنم اصلا. تجربه بدی داشتی راجع به این قضیه؟ تجربه بد نداشتم، ولی خب واقعیت درست میگه. ما اصلا به قول ایشون این سیستم ها چیه در اومده واقعا جدیدن، معنی نداره به نظر منم. بچه یه سوال میپرسم، حالا این خیلی ربطی به بحثمونم شاید نداشته باشه، قبلا طرف جدا شده باشه، مثلا قبلا طلاق گرفته باشه، اوکی هستید باش تو رابطه برید؟ براتون خط قرمز این قضیه یا نه؟ نه، من گذشته طرف واسه مهم نیست. اصلا گذشته برات مهم نیست؟ خب چون گذشته دیگه، برای چی مهم باشه؟ اون یه کارهای دیگه کرده بعد من قصتشو بخورم مثلا؟ نه، کلن گذشته کلن. طرف برات مهمه؟ گذشته خب یه چیز کلی، خب گذشته طرف خب مهم هست، ولی خب الانش بازتاب گذشتهش میتونه باشه مثلا. پس تا حدودی برات مهم؟ مهم نه به اون صورت خب، ولی خب یه یاداوری کلی خب گذشته وجود داره، ولی در کل به اون صورت مهم نیست. پگاه تو چی، قبلا طرف یه بار جدا شده باشه مشکلی نداری؟ من برام خط قرمز نیست، ولی گذشته برام مهمه تا جایی که میرم در میارم دلیل جدایی اون رابطه یا حالا اون اگر که ازدواج کرده بوده اون طلاق. چون من فکر میکنم الگوهای زندگی آدم ها مرتبا تکرار میشن. خیلی برام مهمه که طرف مقابلم به چه دلیلی با نفر قبلیش تموم کرده. کلن پس چیزی هست که تو گذشته طرف حالا روش خیلی حساس باشی به غیر از این قضیه؟ بگی من آقا اعتیاد. جالبه که برنامه قبلیمونم نگینم همینو گفته بود. اعتیاد حالا از هر شکلی ها. از بازی‌های کامپیوتری و گیم نت گرفته تا قمار و مواد مخدر. اعتیاد به ورزشی؟ نه اون خوبه. اون خوبه. پگاه بخوای رابطه رو تموم کنی یا کات کنی، بهترین کار چیه؟ خیلی مستقیم و رک و رو راست بدون آسمون اسمون بافتن به طرف بگی دلایل تو و اینکه فکر میکنی نمیتونی دیگه رابطه رو ادامه بدی. طرف خیلی ناراحت شه، گریه زاری کنه، مشکل خودت رو میدی. نه آخه واقعیت ما عادت کردیم به اینکه همش دروغ شیرین بشنویم به شکلهای مختلف. خب من فکر میکنم باید این ظرفیت رو کلن هممون داشته باشیم که با واقعیت رو مواجه بشیم. حالا هرچند تلخ، برحال یه ناراحتی پیش میاد، یه روز دو روز یه ماه دو ماه تموم میشه، ولی بعدش اون طرف به این فکر میکنه که واقعا چقدر قشنگ که اومد حقیقت رو بهم گفت و داستان درست نکرد برای تموم کردن. از نظر من این شکلی بهترین روشه. خودم هم دوست دارم که همین شکلی با هم رفتار بشه. رومی تو چی بخوای رابطه رو تمام کنی چطوری کات میکنی؟ خیلی ساده. به درد نخوری ساده. این چقدر ساده، این ساده ای که گفت، یعنی میگن گوشی رو قطع میکنی دیگه جواب نمیده. خب یه رابطه میخواد قطع بشه که یه دفعه قطع نمیشه، قاعدتا چند وقت یه استارتش خورده یا یه فکرایی واسه شیخته شده و اینا، یه دفعه که نمیشه که، شاید هم یه دفعه بشه شاید، ولی خب اون کم کمه باعث میشه که دیگه رابطه قطع بشه دیگه. خیلی بخاطر میگم خیلی ساده دیگه، مشخصه دیگه. اینطوری که نیست یه دفعه غیب بشه دیگه، یه دفعه از فردا یا کات کنه. نه اینجوری، نه اینجوری که نه. میگه بدترین روشه. پگاه حالا به من بگو منم خیانت از دیدت چیه؟ چه چیزی رو خیانت میدونی؟ شاید کلیشه‌ای به نظر برسه، ولی من بهش خیلی اعتقاد دارم. هر کاری که اگر در حضور پارتنرت بودی انجام نمیدادی از نظر من خیانت. حالا بذار اینجوری بگم، اگر اومدیم و یه جایی رفتین، شما با پارتنرت رفتی یه جا، جلو چشم تو داشت اون کار رو میکرد، خب اونم خیانت میبینی دیگه؟ خیانت قطعا. مثلا شروع کرد با یه خانم دیگه گرم گرفتن، درست اونم یعنی خیانت تو، یعنی میخوام ببینم گرم گرفتن رو برات خیانت؟ نه گرم گرفتن بستگی ببینید، بعضی از آدم ها شخصیتشون ذاتا خب آدم های خونگرمی هن، خب
من نوعی حالتی که تا یه حدودی متوجه این میشم که این گرم گرفتنه نگاه بدی پشتش هست، قصد و نیتی هستش، یا نه خب طرف ذاتاً آدم اجتماعی خونگرمی، نمیشه گفت حالا با هر کسی که گرم آدم بگیره به معنی خیانته، ولی خب ممکنه که اگر که من توی اون جمع نباشم اگر با اون خانم گرم بگیره اون دیگه قطعاً خیانته، چون جلو من این کار نمیکرد. تو خودت آدم اجتماعی هستی؟ خیلی. رومی تو با این قضیه مشکل داری؟ با چی؟ با اینکه خانم اجتماعی باشه خیلی. تا یه حدی اوکیه، تا یه حدی بیشترش نه. حالا با من بگویم خیانت از دید تو چیه؟ خیانت اون تعهدایی که شخص به هم دیگه میده مثلا مشخصه دیگه. تو اون زمینه اگه مثلا میتونه آخه خیانت میتونه تو ذهن طرف هم انجام بشه. یعنی تو ذهن طرف خب ممکنه تو ذهن ما خیلی خب منظورم خیانت هزار مدل خیانت میتونه انجام بشه. خیلی مدل. حتی یه دروغ گفتن ساده هم خیانت شاید حساب بشه. چون با یه دروغ ساده دروغ بزرگ هم انجام میشه. شاید اون دروغ برای اون طرف ساده باشه. چون شهامت کافی شاید نداره مثلا بیان کنه و این دروغ میگه. خب اینم خیانت حساب میشه. ولی خب درصد خیانت مثلا خب اندازه کوچیکیشه دیگه. شاید یه دروغ ساده مثلا کوچیک باشه درصد خیانتش، یه چیز دیگه مثلا زیادتر باشه. حالا خودت حالا خیانت کردی؟ من تو رابطه اگه برم نه خیانت نمی‌کنم. نکردی آفرین. گفت تو رابطه اگه برم، ما تو رابطه نری خیانت می‌کنی. یعنی چی تو رابطه؟ نه تو رابطه اگه باید تو رابطه باشه آدم تو خیانت کنی یا خیانت. آخه بعضی موقع خیانت به خود شخص هم به خودش هم خیانت می‌کنه. مثلا چند تا تو چند تا رابطه است به هیچ کدومشون هم تعهد نداره، اینم یه خیانت به خودشه. خب ولی فکر میکنه زرنگیه، ولی در آینده مشخص میشه که میونه این زرنگی نبوده، این همش باخت بوده. فکر تو چه تا حالا خیانت کردی؟ نه من اصلا آدم این کار نیست. خیانت ببینی میبخشی؟ اصلا. اصلا؟ اصلا. ازدواج کنی بچه داشته باشی؟ به هیچ عنوان. به هیچ عنوان. فرقی نمیکنه تو چه شرایطی باشم، تنها چیزیه که هیچ وقت نمیتونم ببخشم، یعنی هر اشتباهی رو ممکنه ببخشم تو زندگی، ولی خیانت شد تا که خانواده‌ام بهم خیانت کنن به هیچ عنوان نبخشم. رومی تو چی خیانت ببینی میبخشی؟ بخشیدنش که من همه رو میبخشم، ولی دیگه نمیتونم در کنار طرف باشم. پس بخشنده هستی؟ آره بخشنده. میبخشی فراموش نمیکنی؟ فراموشم میکنم، ولی دیگه طرف منو نمیبینه مثلا. آها کلا دیگه خودشو دریغ میکنه. خب بچه توی این بخش من دوتا کلمه رو میگم، شما فقط یک کدوم رو انتخاب میکنید. باشه؟ مسافرت دو نفره یا مسافرت کاپلی چند نفره؟ دو نفره. دو نفره. کاپلی چند نفره؟ کاپلی چند نفره. گوش دادن یا حرف زدن؟ حرف زدن. همون اول ویدیو گوش دادن. گوش دادن. اگه رومی هم میگفت حرف زدن که دیگه. رابطه عاشقانه یا رابطه با دوستا؟ عاشقانه. جفتش. یک کدوم بگو. یک کدوم. عاشقانه. عاشقانه. اگه جفتش میشد که خیلی خوب بود، این مشکلات دوتا ساله نداشت. تماس یا پیام؟ پیام. تماس. خوشقلب یا خوشگل؟ خوشقلب. قاعدتا خوشقلب. خوشقلب. ولخرجی یا پسنداز؟ حالا ولخرجی منظورم خرج کردنه. خرج کردن. خرج کردن. تو چی رومی؟ خرج کردنی که نابود نشه آدم آره. در حدی که خسیس تموم نشه که نیستی. آره چرا که نه. خسیس که میگم نیستی. خسیس نه. چرا که نه در جواب خسیس که نیستی گفتم. اونو در جواب من گفتی؟ نه. گفتم برای خرج کردن چرا نه. تجربه مرد خصیص رو بکنم. بله. مرد خانم خصیصی هم دوست دارم. مردا چی گفته؟ نه تو جنشون یه حالت خب نسبت به زنها البته من دارم. بگم موافقی؟ نه. نه. رومی ولی خرج میکنم. من خودم ولخرجم، ولی کلا نسبت به زنها احساس میکنم عاقلانه تر ولخرجی میکنم. شاید. استراحت تو خونه یا تفریح تو بیرون؟ چه نوع تفریحی باشه؟ کجا دوست داری؟ تبصره داره مثلا میچی؟ استراحت آخه استراحت هم زیاد استراحتی نیستم. آخه خونگی یا بیرونی؟ من بیرونی هم کلی. بیرونی.
پگاتو چی؟ تفریح بیرون. بیرونی؟ خوبه. حرف عاشقانه یا عمل عاشقانه؟ 100 درصد عمل. عمل. عمل عاشقانه. عمل. حرفی نیستی پس خیلی. حرفی با... هست. جفتش باید باشه. ولی معیار سنجش اون عمل عاشقانه است نه حرف. رومی قبول داری که مرد و کلن تو حرف عاشقانه ضعیفن؟ یعنی ماها همه بعضیشون هم... ماشالله خیلی قبول ماشالله زبان داره. آره راست میگن که کارو خراب کردن. آه عملو ولی ندارن، حرفو میزنن ولی کار. وقتی که حرف میاد عمل همونجوری میره عقب، موقعی که عمل حرف دیگه نیست. درست. مهریه یا تقسیم اموال؟ تقسیم اموال. تو چی رومی؟ مهریه. مهریه. تقسیم اموال یه دفعه می‌بینی مثلا خیلی میشه. خیلی میشه. املاکش زیاده زیر ما نمی. خب بگه مهریه 1000 تا میخوام چی؟ 1000 تا که گلوم آدم عاقلی 1000 تا مهریه قبول میکنه. فوقش 14 تا. 14. فوقش. اصلا مهریه‌ای وجود نداره. اصلا درست خوبه ولی واسه چیزی من قبولش ندارم. مهریه‌های الان 1000 تا 2000 تا. تو چی تو برات مهمه مهریه و این چیزا؟ نه من. اصلا شیوه‌ای که اینجا هست تو قبول ندارم. نداره. تقسیم اموال دوست داری ولی؟ دوستم خیلی. اموال خودت هم نصف میشه. تقسیم اموال همه دوست دارم. من کلا اموالم ببرن اصلا من آقا باشه مشکلی. مشکلی نداری؟ زدم به نام مادر پدرم. آه زدی از قبل به نام پدر مادر. خب آقا هم بزنه چی؟ نه اون گیر میافته. خب نه تقسیم اموال اینه که دو طرف وقتی که میرن تو رابطه از اون تایم به بعد از اون موقعی که یه چیزی به دست بیارن تقسیم کنن. یکی میفته میبینی قبل ازدواج مثلا خیلی چیزا داره، بیاد تو ازدواج کنه همه رو بده مثلا نمیشه که، در نمیاد تقسیم کنی در نمیاد اینجوری. بعد از ازدواج تقسیم باید کنن. الان هم چون نمیشه خیلی چیزی به دست آورد در نتیجه هم مهریه. مهریه جوابم عوض میکنم. مهریه چند تا؟ دیگه 100 تا. 100 تا نهایتا. آه نهایتا. رومی اوکیه دیگه 100 تا بگیم خدا چی میشه. سوال آخر، حقیقت تلخ یا دروغ شیرین؟ دروغ شیرین. دروغ شیرین؟ نه ببخشید. حقیقت تلخ. حقیقت تلخ. اشتباه شد. تام حقیقت تلخ. حقیقت تلخ. خب خوبه. اینقدر سریع گفتم من. بچه‌ها میریم حالا واسه حدس سن وایت بورد میدیم بهتون و دیگه کم کم پرده رو میزنیم کنار هم دیگه ببینید. باشه. خب بچه روی وایت بورد ازتون میخوام که از 1 تا 10 به قرارتون نمره بدید، بعد هم ازتون میپرسم که طرف مقابل رو حدس میزنید چه سنی داشته باشه. اوکی؟ دهی چی به دهی نمره بدین؟ به این قراری که داشتی از 1 تا 10 یه نمره میدید. به این برنامه؟ نه به این قراری که با این خانم داشتی. خب قرار که ندیدم چیز بیدید. خب قبلا که ببینی. رو به منم نشون بدید نوشید. خب حدس میزنی رومی پگاه چند سالش باشه؟ بنویسم؟ نه بگو بگو بشنم. 27 28 27 28. پگاه تو حدس میزنی که رومی چند سالش باشه؟ 32 سال. بچه با لایک یا دیسلایک فقط به من نشون بدید نگیده که طرف مقابل متوجه بشه. حاضر هستید با همچین شخصیتی بدون اینکه دیده باشیش قرار بعدی رو بری؟ این شخصیت اون چیزی هستش که تو دوست داشته باشی؟ آخه چیزی ندیدم. منظورم چیز صحبت ها خیلی، یعنی تو الان تو بحث و این چیزا خب نرفتیم تو صحبت های بیشتر. خب سوالی داری بپرس. نه سوالی ندارم، یعنی چطوری بهتون بگم؟ تا نبینی نظر نمیدم. نه خب دیدن و روبرو این چیزا خب خیلی برم. حالا به من دوست دارم یه برنامه دیگه بشینم بازم. همین پشت پرده ایشون هم باشه. تو چی پگاه؟ با لایک و دیسلایک فقط به من نشون بده. حالا پرده رو میزنیم کنار، چشاتون رو میبندیم و همدیگر ببینید. اوکی؟ حالا نمیشه چشامون رو میبندیم. خب نمی باز میزنیم. خب بچه ها قبل از اینکه همو ببینید، رومی به نظرت پگاه چه استایلی داره؟ تصوری داری اصلا تو ذهنت؟ تصور هرچی؟ نه تصور خاصی ندارم. هرچی هرچی بود؟ فکر میکنم یعنی در نمیاد. پگاه تو تصور خاصی داری راجع به رومی؟ من از حرفای خودش فقط متوجه شدم که بدن سازی اینو کار میکنه. تو خیلی میکنم یه تیپ کلاسیکی هم باید داشته. تیپ کلاسیک. خب 3 2 1 گفتم، میتونی چشمنده رو بردارید. باشه؟ 3 2 1
صحبتی دارید میتونی من انجام بدین؟ صحبت که یه همه دارن نگاه میکنن. ما خودیم نگاه راحت باش. نه صحبت هایی که انجام دادیم. رومی چه امتیازی دادی به پگاه واسه دیتت؟ توی وایت بورد نوشته چند نوشته؟ ده زدم. ده از ده؟ ده از ده. پگاه تو چی؟ شیشونی. چرا سه تا کم کردی؟ سه و نیم کم کردی؟ به خاطر همون دلیل که خودشون گفت خیلی یه سری چیزا برام مبهم بود. آها. ترجیح دادن ده و ندی مثلا از ده. بله. حالا سن واقعی هم حالا که دیدید چه حدسی داری پگاه سن رومی رو حالا که دیدی؟ 33. رومی تو چی حالا دیدی چه حدسی داری؟ اون 29 30. سن واقعی تو بگو پگاه. 29. تو چی رومی؟ من همون 33. 33. درست گفتی. بچه صحبت خاصی داریم ما هم؟ صحبت خاصی از آشناییتون خیلی خوشحال شدم. من همینطور. سوالی چیزی ندارید اصلا. خب الان فقط رو به دوربین و رو به من، نمیخوام طرف مقابل متوجه بشه، با لایک یا دیسلایک رو به من اون وایت بورد هم بگیر و من نشون بده که حاضر هستی قرار دوم با ایشون بری یا نه. شما رو ندیدم. شما؟ خب اوکی بچه ها، مرسی مرسی که اومدی تو برنامه. خیلی خوشحال شدم. خستم نباشین. خسته نباشین. خدا نگهدار. خب پگاه قرارت چطور بود؟ خوب بود. خوب بود. شخصیتی اون چیزی بود که دوست داشته باشی؟ نمیتونم کامل بگم، ولی خب تا جایی که متوجه شدم احساس کردم شخصیت آروم و خیلی درونگرا حالا داشتن. خب من این مدل کلن شخصیت رو بیشتر از آنمای هیاهویی ترجیح میدم. آه پس مورد علاقت بود شخصیتش؟ میشه خب حالا تا همینجا. بعد 6.5 دادی، من فکر نمی‌کردم که لایک بدی. چرا لایک دادی؟ برای اینکه 6.5 که بخواین لایک بدین، وقتی که شما می‌خوای یه آدمی رو ببینی که قضاوتت درسته یا اشتباهه، قاعدتاً باید دو سه بار حداقل ببینیش و متوجه بشی که حالا قضاوتت درسته یا غلطه. بازم حالا نمیشه متوجه شد. ولی خب لایک بابت این دادم که دوست داشتم بدونم که اون چیزی که حالا تو ذهنم بود چقدر درست بود چقدر غلط بود. خب رومی قرارت چطوری بود؟ دوست داشتی؟ آره خدا رو شکر بین شما دوستان لذت بردی. ما که مهم نیستیم خانم. نه کلا بین جمع. خب بعد رومی 10 از 10 دادی، بعد چی شد دیسلایک دادی؟ 10 از 10 یعنی به کل کیفیت کار دادم. کار ما؟ نه به کل اون سوالات رو صحبت کردن. خب بعد دیسلایک های چی دادی؟ خب من جسارت نمی کنم به ایشون اندر حالا هرچی. ایشون همه جوره اوکی بودن، ولی خب به خاطر بعضی از شرایط و این چیز. میتونم بپرسم چه شرایطی؟ چون الان من درگیر کار و این چیزا هستم، بیشتر وقتم تایمم درگیر کاره، فعلا تو شرایطی نیستم که وارد رابطه بشم. پس چرا اومدی بلایند دیت؟ وقت ما رو چطوری گرفت؟ دیگه دوستان دعوت کردن. خب پس دلیلی نداشت که حالا دیسلایک دادی؟ یعنی مشکل از خانم نبود؟ اصلا به هیچ عنوان ایشون همه چی عالی. نه اصلا دلیل رو نبود، دلیل خودم بودم. صحبت خاصی نداری؟ صحبت خاص که زیاد داریم. بگو ببینم. فعلا نه الان. یه موردشو بگو. یه مورد این که عالی بودم. هیچی. آها عالی. مرسی. دستم درد نکنه.